سلام، وقتتون بخیر. سارا پرهام هستم از پرژن مارس، جوایز پارسی در لندن. با برنامه شبهای تورنتو از سری برنامه های شبهای ایرانی در خدمت شما هستم و یک مهمان داریم، خانم شادی طولابیان. ایشون بلاگر و خانه‌دار هستن. خیلی خوش اومدید خانم طولابیان. منم سلام میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن و خیلی خوشحالم که مهمون برنامه شما هستم. سپاس از حضور شما. خانم طولابیان، خواهش میکنم برای بیننده های ما بفرمایید در مورد فعالیت های خودتون، در مورد بیوگرافی خودتون، مشغول به چه کاری هستید و بخش بلاگری شما به چه نحوی انجام میشه، برای همکاران خودتون خصوصا. بله، من متولد اردیبهشت 64 هستم و خب تا سن 32 سالگی ایران زندگی کردم، شهر تهران. اونجا خب به خاطر اینکه لیسانس اقتصاد داشتم مدت طولانی حدود 9 سال کارمند بانک بودم و این قضیه برونگرا بودنم رو همیشه دوست داشتم که بتونم به یه شکلی بروزش بدم. بعد از مهاجرت که سال 2018 بود، خب من به خاطر شرایط زندگی و حالا به هر حال آدم وارد یک کشور خارجی که میشه، الان خب من کانادا هستم، خیلی فاصله گرفتم و خیلی فکر میکنم یه جورایی منزوی شدم. البته اینم بگم که من از بچگی روحیه طنز داشتم و کلا خیلی علاقه داشتم به اینکه حال اطرافیانم رو خوب کنم، تا اینکه تو صفحه شخصی خودم هم گهگداری کلیپ های طنز میذاشتم، تا اینکه پارسال دقیقا همین موقع ها ماه جون بود که به پیشنهاد دوستانم تصمیم گرفتم که یه صفحه پابلیک بزنم. و خب حالا چون میدونستم که کلا مردم کشور ما خیلی علاقه به طنز دارن و یه جورایی اول میخواستم حال خودم رو خوب کنم و اون ارتباطه که همیشه داشتمش توی ایران خیلی قوی، با اینکه اینجا هم خیلی دوستای زیادی خوبی پیدا کردم، ولی بازم راضیم نمی کرد. یعنی دوست داشتم که به یه شکل دیگه بتونم هم اول به خودم یه انرژی خوب بدم، انگیزه بدم، همین که یه کمکی کنم، حتی شده یک نفر از طریق صفحه من حالش بهتر بشه، انگیزه پیدا کنه، اگه حتی توی زمینه طنز دوست داره فعالیت بکنه، یه جورایی الهام بخش باشم براش. خب مطلبی که فرمودید بسیار کلیدی هستش خانم طولابیان. به هر حال اون بحث طنز بودن صفحه شما کمک میکنه به اینکه پربیننده بشه و بیان به هر حال اون برنامه های شما رو ببینن. ممکنه که مثلا همه نتونن اون بخشش رو پررنگ بکنن، بخش طنزش رو. اگر بخواید صحبت بهش باشید پیرامون اینکه خب چه کاری انجام بدن که برای بیننده ها جذاب باشه، چون میدونید که برنامه ها الان خیلی ممکنه که مثلا کاربردی باشه ولی ویو اندازه کافی نمیخوره، یعنی دیده نمیشه به اندازه کافی. به نظر شما اون اتفاق چجوری میفته؟ خب اولا اینکه من خودم به شخص مثلا 90% مخاطبام از ایران هستن، ولی از همه جای دنیا مخاطب دارم و خیلی برام جالبه که خب خیلی ها در مورد مهاجرت همیشه میان ازم سوال میکنن. یعنی شاید این ترکیب این که من الان یه مهاجر هستم ولی خب زندگی شخصیمو دارم، تا حدودی براش تلاش کردم و هنوزم ادامه داره و حالا مردم لطف دارن مثلا به من میگن تو برای ما یه خانم موفق هستی از نظر ما، که میتونی در عین حال که مثلا این سفر رو داری اداره میکنی و به ما انرژی خوب میدی، تونستی به اون چیزایی هم که مثلا همیشه تو ذهنت بوده برسی. حالا بیشتر که باشون گپ میزنم، اینو خیلی جالبه که خودم گاهی وقتا احساس میکنم شاید من هنوز خیلی فاصله دارم، ولی این فیدبکی که به من میدن انگیزه بیشتری به من میده. و فکر میکنم که طنز اجتماعی کلا اینطوریه که خیلی از موضوعاتی که شاید برای یه آدم در طول زندگیش اتفاق میفته و خیلی به نظرش سخت و غیر قابل تحمله، طنز خیلی کمک میکنه اولا که به پذیرشش، دومی که احساس میکنه که خودش تنها نیست تو این قضیه و یه جورایی همزاد پنداری میکنه. و فکر میکنم مثلا مثال میزنم، مثلا توی روابطی که آدم ها توی ازدواجشون دارن، توی بچه داری، توی مهاجرت، توی شغل پیدا کردن، طنز من دیدم، حالا من که خودم رو در اون حد نمیبینم، ولی خب کمدین های بزرگی هستن چه تو ایران چه توی بقیه کشورها که خیلی کمک کردن که واقعا یه جورایی زندگی
سختی هاش راحت تر باشه برای آدم ها. و خودم هم همیشه مشتاق بودم که ببینم میتونم واقعا منم تو این زمینه یه کاری انجام بدم، یه کار مثبتی. و اوایل پیجم که بود، با اینکه اصلا انتظارش رو نداشتم و همش با خودم گفتم خب، چون خیلی ندیده بودم راستش کسایی که خارج از ایران باشن و مثلا صفحه کمدی، مثلا چرا آقای مکس امیر رو میشناسم خیلی هاشون، ولی کسایی مثل خودم که شاید مثلا از صفحات مجازی فقط بخوان استفاده بکنن، از توی خونه خودشون رو ندیده بودم. و خیلی جالبه که یهو یه فیدبک عالی دیدم و فکر میکنم من ظرف 3 هفته، 3 هفته بود که پیجم رو زده بودم، مثلا فکر میکنم نزدیک 20,000 تا فالوور گرفتم، یعنی چیزی که اصلا خودم انتظارش رو نداشتم. و انقدر اینو به من انگیزه میدادن، انقدر به من میگفتن تو چقدر مسلطی به فرهنگی که الان تو ایران هست، همه داستانا رو میدونی، همه. شاید به خاطر اینکه هیچ وقت نخواستم خودم رو جدا کنم، یعنی همیشه دوست داشتم، درسته الان جسمم اینجاست ولی همیشه روحم همونجا بوده. و احساس کردم که شاید با یه دید دیگه هم به این طنز نگاه کنن، که هنوز کسی که هنوزم درست مهاجرت کرده ولی هنوز ذهنش اینجاست، به فکر اینه که چیکار کنه مردمش رو خوشحال کنه. این اتفاقا مثل که خیلی براشون جالب بود، برای هموطنان. و خیلی هم خوشحالم از این قضیه و امیدوارم که روز به روز بتونم پیج رو بهتر کنم. بسیار هم عالی. بله خب این مطلبی که عنوان کردید خیلی نکته کلیدی هست خانم دولابیان. به هر حال وقتی که افراد یه برنامه رو وقتی نگاه میکنن و ازش لذت میبرن، خصوصا وقتی جنبه طنز داشته باشه و از اون فشار اون روزانه ای که افراد همیشه روشون هست، با دیدن اون برنامه از روشون برداشته میشه با یک لبخند، با یک دیدن برنامه زیبا. به هر حال این خیلی نکته کلیدی هست که کمک میکنه به اینکه هم شما صفحتون دیده میشه، همین که بیننده های شما لذت میبرن. یعنی اگر واقعا این مسئله رو بخوایم در کنار هم دیگه قرار بدیم، لذت بردن بیننده ها هم در کنارش هستش، یعنی واسه همینه که برام شما رو دنبال میکنن. خانم طلابی خب من پس دیگه که میخوام از شما سوال بپرسم، شما مهاجرت کردید و خب میدونید که مهاجرت دغدغه های خودش رو داره، از جمله فرهنگ متفاوت، قوانین متفاوت و اون زبان متفاوت. شرایط اینقدر ممکنه برای مهاجرت سخت بشه که اون نتونن اون شرایط رو خیلی راحت و حال خودشون رو باش هماهنگ بکنن. اولا در مورد تجربه خودتون بفرمایید، وقتی که مهاجرت انجام شد در ابتدا با چه مسائلی روبرو بودید و جامعه ایرانی چقدر شما کمک کرد که با مشکلات کمتری روبرو بشید؟ بله خب ببینید، من چون حالا نوع مهاجرت ما از طریق تحصیل همسرم بود و یه جورایی من بودم با یه نوزاد، و خب خیلی فکر میکنم شوک خیلی بزرگی برای من بود، چون من همزمان هم خب از کاری که سالها برای زحمت کشیده بودم و تازه داشتم ثمرهش رو میدیدم، حالا به هر حال خیلی برام یه جورایی با ارزش بود شغلم. حالا به خاطر تصمیماتی که داشتیم با همسرم، و خب همسرم خیلی همیشه به رشد فکر میکنه، آدمی نیست که بتونه مثلا یک جا مثلا در جا بزنه، خلاصه که این تصمیم با هم گرفتیم. ولی ایشون خب خیلی زود وارد اجتماع شد به خاطر حالا تحصیل، همزمان کار میکرد، و من یهو دچار یه خلأ خیلی بزرگی شدم. و فکر میکنم یکی از چیزایی که خیلی به من کمک کرد و البته خودم خیلی پیگیر شدم، گروه های تلگرامی، فیسبوک، اینستاگرام هایی بود که من تونستم 6-7 سال پیش اینجا پیدا کنم. البته خیلی کم بودن و خیلی سخت بود، ولی واقعا به من کمک کرد که هم تونستم دوستای خیلی خوب پیدا کنم، مامانایی که مثل خودم بچه کوچیک داشتن، هم دور همیا رو میتونستیم شرکت بکنیم. یه ایونتی بود، یه برنامه‌ای بود، یه مثلا یه رستوران سنتی معرفی میشد، خیلی به من کمک کرد. و من فکر میکنم در عرض چند ماه تونستم کلی دوست خوب پیدا کنم، هم خودم، هم برای همسرم، هم برای بچه‌مون. و واقعا فکر میکنم الان مهاجرت توی همین 1-2 سال اخیر بازم انقدر این کامیونیتی هی داره بزرگتر میشه، یه سری آپشنای خیلی خوب هست برای دوستانی که میان. شما به محض ورودت میتونی با یه سری افراد کانکت بشی، در مورد خونه گرفتن بهت کمک میکنن، در مورد شغل پیدا کردن بهت کمک میکنن، دور همیا رو بهت مثلا معرفی میکنن. و
و واقعا من خودم خوشحالم که اینقدر ایرانی ها هوای همدیگر رو دارن، چون خودم این تجربه رو داشتم و میدونم چه شوک بزرگیه برای آدم. حتی شما با میل و اشتیاقم که میای، بازم تا یه مدت این حالت ها رو داری و فکر میکنم این حمایت و دلگرمیه که مثلا شما میری یه جایی یه پیام میدی یه و 20 نفر میان جوابتو میدن، میگن نگران نباش، ما هم این دوران رو گذروندیم، این کار رو بکن، با من حرف بزن. خیلی واقعا حس خیلی خوبی به آدم میده. بله درسته. و در مورد اتفاق دیگه ای که خب برای مهاجران میفته این هستش که خب با غیر ایرانیان در ارتباط هستن، حالا به واسطه اینکه بخوان شغلی بگیرن یا اینکه به هر حال بخوان روابط ایجاد کنن، مثل حالا بخوان تو آموزشگاه ها بخوان دوره زبان بگذرونن یا مسائل دیگه، چه کاری انجام بدن ایرانیان که بتونند جایگاه بهتری پیش غیر ایرانیان دریافت کنند، حالا چه از لحاظ شغلی چه از لحاظ فکری، منظورم اینه که دیدگاه اونها نسبت به ایرانیان مثبت بشه، چه کاری باید انجام بشه از نظرشون؟ ببین من خودم حالا یه مثال میزنم. من که هنوز به خاطر شرایطی که داشتم و دو تا بچه پشت سر هم حالا اینجا داشتم و دارم، هنوز فرصتی این که بخوام خارج از منزل بخوام شغلی داشته باشم. ولی در مورد همسرم خب خیلی تجربه دارم، میدونم که مثلا یه مثالش کامیونیتی کسانی هست که از هند میان و چقدر اینا قوی هن، چقدر پشت همن. درسته تعدادشون خیلی بیشتر از کامیونیتی حالا ایرانی هاست، ولی اون همبستگیه وقتی یه مناسبت چجوری با لباس های سنتیشون با افتخار میان. و حالا در مورد شغل پیدا کردن میفرمایید، کاملا قبول دارم. مثلا کافیه که یک کدوم مثلا از این دوستان یه جایی مشغول بشه، اولین آپشنایی که سعی میکنه ازش استفاده کنه هم وطنای خودشه و خب این خیلی کمک میکنه که چون ایرانی ها واقعا من فکر میکنم پتانسیل اینو دارن که توی همونجا که خودتون میدونید چه مدارج خیلی بالایی الان ایرانی ها هستن که حالا تو پزشکی، علوم، فناوری، هنر، برای همین این پتانسیل وجود داره. ولی همیشه یه حمایتی میخواد، اون کسی که تازه میاد همیشه یه استرابی داره، یه استرسی داره از اینکه مثلا من الان بلدم نقاشی بکشم، طراحی کنم، یا رقص خیلی قشنگی بلدم، حرفه‌ای، یا هر چیز دیگه ای. اصلا کسی هست که مثلا حمایتم کنه، کسی هست منو یه جایی معرفی کنه. و فکر میکنم ما وقتی این کار رو انجام میدیم اول به خودمون کمک میکنیم، چون این نتیجهش در آخر یه نتیجه کلی هست که فکر میکنم اثرش برای هممون هست. و میگم کامیونیتی های هندی ها رو که همشه میبینم حسادت میکنم، میگم واقعا آدم لذت میبره، انقدر مثلا پشت همن، انقدر به سنت هاشون، فرهنگشون، و واقعا تاریخ و هنر ما هم دست کمی نداره، شاید حتی غنیتر. و به خصوص تو زمینه هنر من همیشه میگم بالاخره همه ایرانی ها شاید یه شاخه باریکی از هنر توی وجودشون دارن و اون کسی که میاد حتی اگه دانشجوه، حتی اگه شاغله، یه گوشه ای مثلا برای خوش طراحی میکنه، نه خوشنویسی میکنه، آواز میخونه، یکی از آپشنهایی که خیلی کمک میکنه که این کامیونیتی هی قوی تر بشه. و من میبینم که کانادایی ها چقدر مثلا لباس های سنتی ایران رو دوست دارن، چقدر غذاهای ایرانی رو دوست دارن. مثلا یه سری هستن خب کیترینگ دارن، غذاهای خونگی درست میکنن و من میبینم چقدر کانادایی ها خوششون میاد از این غذاها. خب این آدم اگر یه سرمایه گذار پیدا بشه کمکش کنه، به خصوص توی مناطقی که کامیونیتی ها کمتره، کامیونیتی ایرانی جمعیتش کمتره، مسلما خیلی جای رشد داره. و چون اینو تجربه کردم تو این 6-7 سال، میگم مثلا دوستانی که این آپشن سرمایه گذاری رو دارن، حمایت رو دارن، بتونن این کمک رو انجام بدن که هر کسی تو هر زمینه ای، خدا رو شکر میگم دارم میبینم چقدر داره گسترش پیدا میکنه. و مثلا یه خانومی آشپز حرفه‌ایه، یه آقایی میاد حالا یه آشپزخونه براشون میگیره، خیلی خیلی خوشحالم. ولی امیدوارم که هی بیشتر و بیشتر بشه این قضیه. بله. و اگر بخواید در باب فعالیت خودتون که خب برها بلاگری هست، برای همکاران خودتون بخواید صحبتی داشته باشید، چه فعالیت های انجام بدند، خصوصا برای کسانی که بینندهشون هستند که و حال هم جنبه
مفیدی داشته باشه، همین که به هر حال برای خودشون هم جنبه مثبتی داشته باشه، هم برای دیگران منظورم دو طرفه باشه. از بله. شما اگر در مورد اونم صحبت دارید در خدمتتون هست. خواهش میکنم. من خودم حالا خودم هم شاید نتونستم هنوز کامل این کار انجام بدم، ولی پیشنهادم اینه، به خصوص کسایی که خارج از ایران هستن، حالا اونایی که داخل ایرانن، خب دستشون خیلی بازتره، توی همون فرهنگ دارن زندگی میکنن، با همون مسائل روبروان هر روز. ماهایی که خارج از ایرانیم، حالا یه آپشن دیگه داریم، اونم اینه که مثلا بیایم همین مهاجرت رو با جنبه طنز مشکلاتش رو نشون بدیم، هم از خوبی هاش بگیم هم از چالش هاش بگیم. من خودم حالا دارم هی تلاش میکنم ایده های جدید پیدا کنم که اینجوری تو ذهن مخاطب بیشتر میمونه. مثلا هم یه سری ها از مهاجرت یه قولی ساختن که اصلا فکر میکنن همه چی سیاه و بده، هم برعکس، و فکر میکنم که طنز خیلی کمک میکنه که شما اگه قصد مهاجرت داری با خیلی از جزئیات با همین زبان طنز آشنا بشی. من فکر میکنم بهترین گزینه اینه که حداقل مایی که این وریم و تجربه زندگی این رو داریم، بتونیم با زبان طنز از سختی هاش بگیم، از چالش هاش بگیم و از خوبی هاش، که اگر کسی واقعا تصمیم داره خیلی با یه دید بازتری، حالا پیجای مهاجرت که خب خیلی هستن، 100% کسی که قصد داره میره اونا رو بررسی میکنه، چک میکنه، تحقیق میکنه، ولی فکر میکنم اینجوری یه اثر موندگارتری داشته باشه. بله درسته. و مورد دیگری که میخوام از شما بپرسم، حتما در فستیوال های که مربوط به ایرانیان هست مثل نوروز و روزهای خاص مثل چهارشنبه سوری حتما حضور پیدا کردید. چقدر تاثیرگذار هست که این برنامه به صورت مداوم انجام بشه، خصوصا در کشورهای مختلف که ایرانیان هستند؟ چقدر تاثیرگذار هست برای این دوره همین هم؟ نمیتونم بگم چقدر، چون واقعا میبینم که چقدر جذب میشن. یعنی مثلا من خودم پیش اومده که مثلا پسرم دیکر میرفته، مهد کودک میرفته، و یا همین پیش دبستانی، و مثلا حالا تونستم یه هفت سین کوچولو درست کردم فرستادم توی مدرسه که اصلا ایرانی توش وجود نداشته، بچه ایرانی، و خیلی براشون جالب بوده. کلی از قبلش نشستم طراحی کردم، نقاشی کردم، عکس چاپ کردم که اصلا توضیح بدم اصلا چهارشنبه سوری چیه، نوروز چیه، و حتی مثلا یه کلیپ براشون ضبط کردیم، ارسال کردیم برای معلم که مثلا پخش کنه توی کلاس، و واقعا میبینم که چقدر براشون جالبه، چون با همه کامیونیتی ها ارتباط خیلی زیاد دارن. مثلا من دیدم جشن دیوالی، جشن نوروز، مثلا سال نو چینی، همه رو اینجا خیلی مثلا جدی برگزار میکنن. کانادایی ها مثلا توی مدرسه حتما یه روز خاص براش دارن، ولی احساس میکنم توی مناطق ایرانی ها خیلی مظلوم واقع شدن، و این مناسبت ها که انقدر غنی و قشنگه خیلی آپشن خوبیه به نظر من. یه کمی جدی ترش بگیریم، من همیشه به مامانای دیگه میگم، مامانای ایرانی میگم وقتی نزدیک نوروز میشه، چهارشنبه سوری میشه، شب یلدا میشه، یه کوچولو مثلا هیجان بیشتری نشون بدید، به خصوص شما که بچه مدرسه ای دارید، چون خیلی اثرش زیاده. مثلا فکر کن اون بچه میره به 20 تا بچه دیگه توضیح میده، معلمش میبینه، مدیر مدرسه میبینه. فکر میکنم هر کس تو موقعیت خودش، یه نفر رستوران داره میاد مثلا برای شب یلدا یه آفر خوب میذاره، مثلا تبلیغ میکنه که حتی کانادایی ها بیان اونجا از نزدیک شب یلدا رو ببینن، سفره یلدا رو ببینن. به نظر من خیلی واقعا به خودمون بستگی داره. بله درسته. به هر حال دیدن فرهنگ غنی ما از طرف خود ایرانیان باید صورت بگیره، برای اینکه خب غیر ایرانیان هم آشنا بشن، میدونن کشور ما چه فرهنگی داره، ولی بهتر هست که به صورت عینه هم ببینن، به صورت از نزدیک هم اون فرهنگ رو ببینن و براشون هم بسیار جذاب هست. و فکر می‌کنم بیشترین نقطه بله. قوی ما بحث غذاهای ما هست که براشون خیلی جذاب. خیلی خیلی واقعا، حتی من بلاگرهای خارجی رو میبینم که میان میشینن توی صفحهشون امتحان میکنن، مثلا قرمه سبزی، فسنجون، دنده کباب، و خیلی براشون اصلا مزه ها براشون هیجان انگیزه. خب این خیلی آپشن خوبیه، خانمای ایرانی همه بالاخره این غذای ایرانی رو دیگه بلدن درست کنن. مثلا من خودم برای همسایه هامون یکی دو بار این کارو کردم و خیلی براشون جذاب بوده، و فکر میکنم کسایی که خب آپشن بیشتری دارن، امکانات بیشتری دارن، واقعا حیفه اگر که استفاده نکنن ازش. بله درسته. و در بخش پایانی خانم سولابیان، اگر بخواید
صحبتی داشته باشید پیرامون برنامه هایی که قرار هست به زودی در صفحه خودتون بزنید. میدونید که در کپشن لینک صفحه خانم طلابیانو میذاریم که همه بتونن پیگیری کنن صفحه ایشون. صفحهشون بسیار ممنونم. کارهای جذابی داره. آیا قرار هست که میخوام بدونم حالا برنامه هایی که میذارید به صورت ماهیانه مثلا تعداد مشخصی هست یا نه هر زمانی که مثلا حالا به ذهنتون موضوع خاصی برسه اون رو اطلاع رسانی میکنید و پست میکنید؟ درسته. من اصولا چیزی که از ابتدای پیج داشتم، معمولا اول صبحهای ایران من همیشه پست میذارم، یعنی هر روز. و بعضی وقتا چون دوست دارم ایده ها جدیدتر باشه، ممکنه 2 3 روز طول بکشه تا فکر کنم اجراش کنم. معمولا من هفته حداقل 3 4 تا پست رو حداقل دارم توی صفم. و خب فکر میکنم که این که آدم بخواد هم به روز باشه، هم اون موضوع واقعا جذاب باشه، و همین که خب یه سری خط قرمز ها وجود داره، یه سری محدودیت ها وجود داره، مثلا خانومی که میخواد کار کمدی بکنه تو فرهنگ ما خیلی کار رو سخت میکنه. و بازم با این حال همش در حال فکر کردنم که به خصوص دوست دارم کم 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 موضوعاتی که با مهاجرت آدم باش مواجه میشه رو بیارم وارد تنظم کنم. ولی خب همچنان موضوعاتی که تو ایران، روزمره ایران هست، همیشه جذابتره، یعنی ملموستره برای هموطنانمون. ولی خب جالب، همونو که من میارم اینجا اجراش میکنم میگن ای مگه شما اونجا از این مشکلات دارید، مثلا شما با همسرتون مثلا ممکنه این چیزا رو داشته باشید، یا مثلا با بچهتون. میگم آره چرا که نه، به هر، یعنی میخوام ببینم که چقدر مثلا یه مامان توی همه دنیا مامانا مشکلاتشون مشابهه، یا یه همسر. آره برنامه اینه. حالا امیدوارم بتونم هر روز ایده های جذاب پیدا کنم و واقعا اگه شده حتی یه اثر کوچیک روی ذهن یک نفر داشته باشم. بسیار هم عالی. آیا در یوتیوب هم شما هستید یا فقط اینستاگرام میتونن شما رو پیگیری کنن؟ والا من نتونستم هنوز یوتیوبم رو خیلی راه اندازی کنم، یعنی پارسال اومدم این کارو کردم، منتها یوتیوب خب خیلی باید آدم یه جورایی خیلی روش تمرکز کنه، خود کار سخت تره. من احساس میکنم با یوتیوب کار سخت تره و متاسفانه چون تمام تمرکزم روی این پیج بوده نتونستم، ولی خیلی دوست دارم که بتونم اصلا یه بخشی از همین پستایی که اینجا میذارم و منتقل کنم به اونجا. حالا به زودی ایشالا اونم راه میندازم و امیدوارم که مردم دوست داشته باشن. بسیار همانی. سپاسگزارم از حضور شما امشب با متشکرم. برنامه شبهای تورنتو از سری برنامه های شبهای ایرانی در خدمت خانم شادی طولابیان بودیم. ایشون بلاگر و خانه‌دار هستن. صفحه ایشون رو در کپشن میذاریم، میتونید برید ببینید و لذت ببرید. براتون آرزوی سلامتی دارم. ممنونم. منم از شما که منو قابل دونستین و تو برنامه خیلی خوبتون منو دعوت کردید. امیدوارم که همیشه موفق باشید و ما اینجا ببینیم که ایرانی‌ها هر روز دارن بیشتر و بیشتر استعدادهای خودشون رو نشون میدن و ما هم اینجا لذت ببریم. همینطور برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. امیدوارم همیشه شکرم. مانا خندان برختان باشید. شب و روزتون بخیر. روز شما بخیر. خدا نگهدار.